در محاکمه معترضین به انتخابات ریاست جمهوری ایران، علاوه بر فعالان سیاسی و چند نفری که اتهام جاسوسی و محاربه علیه آنان عنوان شده است، متهمانی از پرونده انفجار شیراز نیست که در سال گذشته روی داد حضور داشتند. اما صالح نیکبخت از وکلای دادگستری در تهران معتقد است هیچ ارتباطی بین محاکمه متهمان انفجار شیراز با دستگیر شدگان وقایع بعد از انتخابات وجود ندارد. او در گفتگو با آرش سیگارچی از صدای آمریکا نظر خود را در مورد کیفرخواست متهمان این چنین بیان کرده است. من نظرات خودم رو نسبت به این کیفرخواست امروز اگر موکلینم بود به دادگاه تقدیم میکردم، 10 ایراد بر آن وارد کردم و فردا به رئیس محترم دادگاه تقدیم میکنم. اجمالا بگویم آنچه که ما در قوانینمون به همچون به عنوان رویه راجع به کیفرخواست دیدیم و خواندیم این بوده که کیفرخواست بعد نام و نام خانوادگی متهم و موضوع اتهام، محل وقوع اتهام و نوع جرم و همچنین دلایل قانونی آن است و دیگر از شرح و بسی به این شکل ما چیزی رو ندیم. از طرف دیگر با توجه به اینکه این پرونده نزدیک به 100 یا 130 نفر افراد در اون شرکت دارند و معلوم نیست چه کسی متهم اصلی است، چه کسی مشارکت کرده و همچنین معلوم نیست چه کسی معاونت در جرم کرده، اینا مشهوراتی است که در این کیفرخواست وجود داره. به این دلیل آنچی که در جلسه روز شنبه گذشته و همچنین در این جلسه گفته شد، حقیقتا من به عنوان یک وکیل دادگستری یا اون زمان کمی که در دادگستری بودم با چنین کیفرخواستی روبرو نبودم و من امیدوارم بعد از اینکه ما پرونده رو خوندیم و اون کیفرخواست‌های اختصاصی که در مورد هر فردی قرار صادر بشه یا صادر شده از اونها رو ملاحظه کردیم و دلایل انتصاب اتهام به این افراد در آن قید شده از خوندیم و از آن مطلع شدیم، بتوانیم در مورد اون دفاعی متناسب با نوع اتهامات وارده انجام بدیم. اجمالا میگویم تصور میکنم دادگاه خود در آینده در چنبره ایرادات و اعتراضات متعددی قرار خواهد گرفت که از طرف وکلای متهمین یا از طرف کسان دیگری که مانند فرفسه مربوط به آقای کرباسچی شهردار تهران قرار گرفته بود، زیرا در آن زمان خود اون پرونده غیر از این که موجب شد که تحولی در وضع دادسری کشور به وجود بیاد و مجددا ما سیستم دادسرا را احیا بکنیم، موجب این شد که وکلا و حقوقدانان زیادی نسبت به اون اظهار نظر کردند. یه نکته هست در مورد برگزاری همزمان این دادگاه با متهمین انفجار شیراز. نظرتون در مورد این محاکمه همزمان اونها چیه؟ ما اساساً این قضایا رو هیچ در ارتباط با هم دیگر نمیدونیم و مرتبط هم نیستش. دایر مدار کل این اتهاماتی که الان مطرح شده مخالفت با نتایج اعلام شده انتخابات دور دهم ریاست جمهوری است. حال این مسئله چه مرتبط بشه به این که این با وسیله خارجی‌ها حمایت شده، چه مرتبط باشه به این موضوع که خارجی‌ها هم نمی‌خواستن آقای احمدی نژاد انتخاب بشه به عنوان ریاست جمهوری، یا اینکه هر دلیل و عنوان دیگری اساساً ماهیت این اتهام رو تغییر نمیده، بلکه به اصطلاح حقوقی این اجلا مورد یک جرم سیاسی است که در تمام دنیا این رو اولاً با عنوان جرم نمی‌شناسن. اگه قرار باشه هرگاه کسی بگه تقلبی صورت گرفته صدها نفر رو به خاطر این محاکمه بکنیم، این یک امر غیر قانونی خواهد بود. لازم به توضیح هست اگر مقامات قضایی در حین این تظاهرات و راهپیمایی هایی که در تهران صورت گرفته کسانی رو دستگیر کردن که در حین تخریب اماکن عمومی بودن، کسانی رو دستگیر کردن که مسلح بودن، کسانی که رو دستگیر کردن که اقدام به ضرب و جرح و ضرب و شتم افراد کردن، یا اینکه اصلا با مسئولین بازداشتگاه کهریزک این افراد همکاری کردن و جان انسان ها رو گرفتن، خب این خیلی راحته، باید اینها رو تفکیک کرد از افراد دیگری که صرفا به یک کار سیاسی پرداختن و نه باید این اختلاط به وجود بیاد که موجب شک و تردید مردم در ماهیت دادگاه های ما باشه و تشکیک کردن در اینکه این دادگاه ها در مسافه مبارزه با ظلم عدالت رو فدا کرده باشند.